أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا. در جلسات پیشین عرض شد که ماه محرم فرصت بزرگی است برای انسانسازی و محکی است که آدم خودش رو تجربه کنه و ببینه از ارزش‌های عاشورایی چقدر داراست و اگر ارزشی رو نداشت در پی تحصیل اون قرار بگیره. در حقیقت این که گفته میشه ماه محرم به خودی خود اهمیتی نداره، بلکه چون که زمانی است که با سید الشهدا علیه السلام در ارتباط ارزش پیدا کرده و گرانبها شده. هر فرصتی که با سید الشهدا گره خورده باشه، این فرصت یک فرصت استثنایی است. حالا چه میخواد زمان باشه، چه میخواد مکان باشه و چه میخواد جسم باشه و هر چیزی که گونه ای و نسبتی با سید الشهدا داشته باشه، این مبارک است و فرصتی بزرگ است که باید از اون استفاده کرد. این ماه محرم هم به خاطر نسبتی که با سید الشهدا داره وقتی است که بسیار خوب است آدم خودش رو از نو بسازه. امام صادق علیه السلام فرمایشی دارند در مورد سید الشهدا که می‌فرمایند: کلنا سفن النجات ولکن سفینة جدی الحسین اوسع و فی لجج البحار اسرع. همه ما اهل بیت کشتی های نجات هستیم و برای مردم وسیله ای هستیم برای نجات و برای هدایت مردم، ولیکن کشتی امام حسین و شعائر حسینی و هر آنچه که به حسین ابن علی علیه السلام مربوط است یک درجه اهمیت بالایی داره و حائز اهمیت زیادی است. انسان با تمسک به امام حسین علیه السلام و گرفتن این طناب حسینی ذاتش قیمت پیدا میکنه و بالا میره. خدای متعال میگوید: واعتصموا بحبل الله، به این ریسمان الهی چنگ بزنید، این طناب را بگیرید و از آن در ترقی وجودی خودتون استفاده کنید. دقیقاً مسئله‌ای که در مورد اهل بیت هست مسئله قرآنه، چون که اهل بیت قرآن ناطق و گویا هستند، ولی قرآن و این کتاب قرآنی است خاموش و نوشتاری. در مورد قرآن ما داریم که سبب طرفه به ید الله و الآخر به یدکم. این قرآن کریم یک سببی است، یک ریسمانی است که یک سو دست خداست و یک سو دست شما بندگان. انزال قرآن، نازل کردن قرآن، مانند نازل کردن باران نیست. نازل کردن باران به ریختن است، یعنی از آسمون میاد و میریزه، اما نازل کردن قرآن آویختن است، یعنی اینکه از بالا به پایین آویزان شده و همانطور که در پایین هست در بالا هم هست. لذالک میگویند که اقرا ورقع، بخوان قرآن رو
و در پی آن خودت هم بیا بالا، رقی و بالایی داشته باش. مثال اهل بیت علیهم السلام هم دقیقا همینطوره. کسی که گوشه عبای ایشان را بگیرد، وجودش گران قیمت می شود. سید الشهدا فرصتی است که خدای متعال به بشریت داده تا اینکه سعادت ابدی را دریافت کنند و در حقیقت یک وسیله است برای نائل شدن به رحمت واسعه الهی. خدای متعال رحمت جزء ذات اوست، نه اینکه جزء ذات اوست، کل ذات اوست. خدای متعال ذاتش جزء ندارد، لذا همه صفاتی که هست عین ذات اوست. در روایتی از امام صادق هست که در مورد خدا نگو علیم، نگو قادر. نه اینکه خدا علم دارد، نه اینکه خدا قدرت دارد، نه خیر، بلکه علم کله، خدا یک پارچه علم است، خدا یک پارچه قدرت است. و همینطور خدای متعال یک پارچه رحمت است و رحمت واسعه دارد. لذا می‌بینیم که این رحمت را به همه گسترانیده است، حتی به کسی که خودش را نمی‌شناسد، اصلا منکر خداست، اما باز خدای متعال او را مشمول رحمت خودش قرار میده. در دعایی که بعد از نماز در ماه رجب خونده میشه میگوییم یا من یعطی القلیل بالکثیر، ای خدایی که در مقابل کار کوچک اجر و ثواب زیادی میدهی، یا من یعطی من سأله، ای خدایی که به سائل و خواستارت عطا می فرمایی، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف، تو خدایی هستی که کسی که از تو نخواسته و کسی که اصلا تو رو نمیشناسه باز رحمتت رو بر او نازل می کنی و او رو مشمول رحمت الهی قرار می دهی. خب اگر این شد حال رحمت الهی که به هیچ دلیلی، به هیچ دلیلی حتی به دشمنش این رحمت رو هم میده، چه اشکالی داره که سید الشهدا حسین ابن علی وسیله ای باشد و واسطه ای باشد برای نیل و دریافتن این رحمت الهی؟ خدای متعال بهانه کوچکی میخواهد که رحمتش را بر بندگان جاری کند. عزیزترین خلقش، فرزند احب خلقش که حسین ابن علی است، واسطه است برای نازل شدن این باران رحمت الهی. همانطور که سید الشهدا همه وجودش رو در راه خدا داد، خدای متعال هم رحمتش را مرهون این شخص بزرگ قرار داده. سید الشهدا به حدی جان فدایی کرد برای خدا و در راه خدا که آخر کار عباش رو تکون داد بعد از شهادت حضرت علی اصغر. عبایش را تکان داد به این معنا که خدا هر چی که داشتم در راه تو دادم و هیچ چیزی برام نمونده، از فرزند بزرگم گرفته تا فرزند کوچکم، تا همه یارانم، تا همه خانواده ام، هر چی که در اختیار داشتم در راه توی خدا دادم. شه تهیدست شد چو از کم و بیش، سر خجلت فکند خود در پیش. اصغرش را به روی دست گرفت و بگفت برگ سبزی است تحفه درویش. برای من حسین همین
کودک شیرخواره باقی مونده، این رو هم در راه توی خدا میدهم. خب وقتی که این گونه سید و شهدا در راه خدا جان نثاری کرد، خدا هم این حسین را سببی قرار داد که هر که با او هر گونه ربطی پیدا کرد او را مشمول رحمتش قرار بدهد. لذا یک قطره اشک دریاهایی از آتش رو خاموش می کند. چه اشکالی داره؟ روایت های زیادی هست که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا سختی هایی را به جان خریدند تا این سختی ها باعث بشه که شیعیانشون و مریدانشون و محبینشون کمتر در روز قیامت سختی بکشند. در این باره چند روایت هست که الان جاش نیست بهش اشاره کنم. دریای رحمت الهی خروشان است، رحمت الهی همه عالم رو فرا گرفته، با این حال بسیار جای تأسف داره که کسانی که ادعای عقلگرایی دارند و ادعاشون اینه که فقط به وسیله عقل حکم می کنند و مدار رو در همه چیز عقل می گذارند، حتی وقتی می خوان شریعت رو هم بسنجن با عقل ناقص خودشون می سنجن، با عقلی که بر همه امور مطلع نیست. این اشخاصی که ادعای عقلگرایی دارند میان وقتی که به جریان سید الشهدا میرسه ادعا میکنند که این فضائل، این امتیازات هیچ معنایی نداره و به اصطلاح دروغیه که شیعیان ساختن. بعد اشکالاتی که میکنند هیچ وقت از سر عقل و از سر منطق نیست، بلکه به خاطر اینکه با سلیقه‌شون جور نمیاد، به خاطر اینکه نمیپسندن این مطلب رو، نمیتوانند به خودشون بقبولونند، این مطالب رو انکار میکنند. خب دلیل عقلی بیارید، مشکل منطقی بیارید، نه، نمیشه که خدا چنین رحمتی قرار بده، نمیشه که به خاطر قطره اشکی دریایی از آتش خاموش بشه. چه مشکلی داره که خدای متعال در مقابل آن همه سختی که سید الشهدا به جان خرید، در مقابل آن جان نثاری ها و جان فدایی هایی که کرد، این رحمت رو بر شیعیان و محبین او قرار بدهد؟ تنها مشکلش اینه که با سلیقه این افراد جور در نمیاد. امام جواد علیه السلام وقتی که راوی ازشون پرسید آیا شما علم غیب دارید یا نه، امام میخواستن بهش بگن که در جواب میخواستن براش تبیین کنند که آقایی که داری این سوال رو از من میپرسی، آیا این که من علم غیب داشته باشم ممکن هست یا نه، امکان داره یا نه؟ آخه بعضی از همین افراد وقتی که شما میگید ائمه علم غیب دارند، اینقدر فضائل دارند و فضائل رو برمیشمرید، در جواب میگویند که اینها غلو هست. غلو یعنی ادعای شأن خدایی بر غیر خدا، یعنی میخوان بگن آقا این فضائل برای غیر خدا ممکن نیست. امام جواد علیه السلام در جوابی بسیار ساده براش تبیین میکنن که تو سؤال از امکان این از من میپرسی،
یعنی میخوای بگی ممکن نیست که غیر خدا علم غیب داشته باشه. من از تو میپرسم اگر خدا بخواد علم مقدار قطرات رود فرات رو به یک پشه بده میتواند یا نمیتواند؟ اون راوی گفت بله که میتواند، پس ممکنه. خدا گفت من از پشه ای در نزد خدا کمتر نیستم، پس چرا استغراب میکنی؟ وقتی که ما دلیل داریم بر این فضائل، بر این مناقب، بر این ثوابها، بر این امتیازات، چه دعایی داره که رد کنیم و قبول نکنیم؟ مشکل عقلی که نداره، با سلیقه جور در نمیاد. عقل میگوید نمیشود که خدا به خاطر قطره ای اشک آن همه ثواب رو بدهد؟ عقل هیچ وقت این حرف رو نمیزنه. این در راه حبیب خداست، در راه برترین خلق در نزد خداست، در راه کسی که همه وجودش رو در راه خدا داده. خدای متعال اولا خودش ذاتش کرم بی‌نهایته، دوما داره این کار رو به خاطر محبوبترین خلق خودش انجام میده. افرادی که اشکال میکنن ادعاشون اینه که مسلمان هستن، دین اسلام رو میپذیرن، کلمات پیامبر رو میپذیرن. خب اینها کلمات پیامبر است، اما باز نه، نمیتوانند قبول کنند. چرا؟ از این رو که موافق ذوق این آقا نیست. امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف در جریان تشرف علامه حلی به محضرشون، علامه در مورد همین ثوابهای زیاد سوال پرسیده بود. امام در تبیین این ثوابها به علامه فرمودن من به تو داستانی میگم و تو از این داستان عبرت بگیر. و اون این که پادشاهی در جنگلی گم شد، رفته بود برای صید، در جنگل گم شد، هر چی که تلاش کرد بیشتر دور میشد از قصر و پای تختش. ساعتها گذشت و یک روز و دو روز، این پادشاه چیزی هم برای خوردن پیدا نمی کرد. در ناز و نعمت بزرگ شده، حالا چگونه بتونه در وسط جنگل بدون هیچ وسیله ای سر کنه؟ ضعیف و رنجور و ناتوان شده بود تا اینکه شب سوم به خیمه ای رسید. خیمه پیرزنی بود که این خانم پیرزن یک بزی داشت که به وسیله این بز امرار معاش میکرد. از لبنیاتی که به دست میمد از این حیوان زندگیش رو میگذروند. اومد و به درب خیمه غش کرد. پیرزن اومد حال اینو دید و متوجه شد که چند روزه قضا بهش نرسیده و خیلی ضعیف و ناتوان شده. پیرزن فکر کرد که اگر قرار باشه من به این شخص شیر بز رو بدم و از لبنیات تغذیه کنه، این زنده نمیمونه و تنها راه حل اینه که این بز رو سر ببره و یک غذای مقوی برای این شخص درست کنه. پیرزن هم نمیدونست که این شخص پادشاهه. خب بز را کشت و برای این آقا بریان کرد. پادشاه جون گرفت و بلند شد و مدتی بعد افراد این پادشاه اومدن دنبالش و پادشاه رفت به قصر و برای افراد قصر این جریان رو تعریف کرد که من دو روز در بیابی و بیغذایی بودم و این پیرزن هر چه که داشت، که عبارت بود از اون بز، رو در راه من
داد و برای من این بزش رو کشت که همه زندگیش بود. به نظر شما چگونه من باید جبران کنم؟ شخص اولی گفت بهش یه گله بز بده. شخص دومی طرح‌های دیگری میدادن. پادشاه گفت هیچ کدومتون درست نمیگید. این خانوم پیرزن برای زنده نگه داشتن من هر چه که داشت رو داد. اگر من بخوام واقعا جبران کنم باید هر چه که دارم را به او بدهم. باید این سمت و منصبی که دارم، منصب پادشاهی رو به این پیرزن تحویل بدم. صاحب الزمان صلوات الله علیه و علامه فرمودند جد ما سید الشهدا هم در راه خدا هر چه که داشت رو داد. لذا خدای متعال هم همه رحمتش را در راه حسین ابن علی علیه السلام قرار داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.